ابتدا عرض سلام و درود داریم خدمت جناب آقای رضا پهلوی و تقدیر و تشکر ویژه از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادند تا چند سال از ایشون در مورد مسائل روز سیاسی و نیز رو کردهای جنبش سبز از ایشون داشته باشیم. جناب آقای پهلوی سوال اول من اینگونه طرح میکنم حضور جناب که ساختار مؤلفه های نظام سیاسی آینده ایران چگونه باید باشد و نقش شما در این نظام چیست اولا در ابتدای سخن بهتون بگم که من بارها این رو گفتم و بار دیگر تکرار میکنم که در این زمانی که با مواجه هستیم با شرایط این کشور من یک هدف و یک وظیفه و یک رسالت بیشتر برای خودم مدعی نیستم و اون هم کمک کردن به نجات کشورمون از یک وضعیت و شرایط وخیمی که درش به سر میبریم برای رسیدن به اصل آزادی و حاکمیت مردم در اصل در آینده ایران چه کسانی من جمله خود من نقشی داشته باشن یا نداشته باشن باز واگذار بشه به انتخاب و خواسته مردم ایران که به شکل آزادانه بتوان بیان کرد و اون هم در قالب یک انتخابات آزادی هست که به نظر من تعیین کننده آینده کشور میتونه باشه به مفهوم تشکیل یک مجلس موسسانی که قانون اساسی آینده کشور محتوای اون نظام و حتی نهایتا شکل نظام رو بررسی خواهد کرد و به رأی عمومی خواهد گذاشت بنابراین تا اون زمانی که ما چنین شرایط رو در داخل ایران نداریم به نظر من تنها رسالتی که هر ایرانی که آزادی خواه است و به اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد داره رسیدن به شرایطی است که در اون بتوان به رای آزادن مردم رسید و تعیین کننده سرنوش همان خود مردم ایران هستند و خواهند بود اما از نظر پرنسیب در ارتباط آنکه چه نوع نظامی رو من شایسته ایران میدانم اصولا معتقد هستم و فکر کنم با تجربه این سی و دو سال کاملا مشخص شده برای همین بود که حکومت مذهبی در تضاد قرار میگیره با اساس برابری و آزادی و دموکراسی. این ارتباطی به خود مذهب نداره مذهب جای خودش رو در تمام جوامع آزاد جهان امروز داره ما اتفاقا فکر میکنیم که بخشی از گرفتاری این که لطمه حکومت مذهبی لطمه زدن به خود مذهب هم بوده کما اینکه همین اتفاق هم در ایران رخ داده بنابراین من آینده ایران رو در قالب یک نظام سکولار میبینم سکولار به مفهوم جدایی مشخص و کامل دین از حکومت و در گروی این هستش که ما خواهیم تونست به یک حکومت دموکراتیک و به حقوق بشر برسیم که مذهب جای خودشم میتونه داشته باشه و باز تاکید میکنم که به من یک دیدگاه سکولار به هیچ مفهوم مفهوم زدیت با دین رو نداره و برعکس حتی به خاطر حفظ حرمت دین و نهادهای دینی است که من این حرف رو میزنم و این باور رو دارم محتوای نظام بنابراین باز بر مبنای یک نظام سکولار پارلمانی باشه همطور که در دموکراسی های امروز جهان میبینیم و در فرم نهاییش اون هم بستگی به سلیقه و شرایط اون مملکت داره شما امروز نمونه های هم در نظام های پادشاهی پارلمانی میبینید از ژاپن بگیرید تا سوئد تا نروژ تا بلژیک تا هلند تا اسپانیا و در مدل های جمهوریش خب انواع اقسام مدل ها هستش مثل فرانسه مثل آلمان مثل آمریکا مثل هند مثل اسرائیل مثل خیلی کشورهای مختلف که البته در قسمت نظام های جمهوری نظام های متفاوتی هستند ولی در پادشاهی های پارلمانی دموکراتیک کما بیش به همون فرموشک مشاهده میکنید این انتخاب هم باز انتخابی است که باستی مردم اون مملکت یعنی کشور ایران انتخاب بکنن برای خودشون که کدوم نوع نظام رو نهایتا ترجیح میدن و مناسب تر میدونن امروز برای ما زمان بحث این که این یا آن کدوم بهتر است به نظر من نیست آنچه که برای ما مطرح هست قبول فقط یک مسئله کلیدی است که آیا ما میتوانیم به اون دموکراسی و اون آزادی تحت لوای حکومت فعلی و نظام فعلی برسیم و اگر نه بدیل این حکومت چه میتواند باشد که منافع کل جامعه رو تأمین بکنه من با این دیدگاه هستش که نظرات خودم رو در این سالها بیان کردم و بر اساس این اصول هستش که سهم خودم این مبارزه رو پیش میبرم درسته متشکرم جناب شاهزاده شما بارها در مصاحباتون در مورد حمایت از رهبران جنبش سبز که مطرح شده در واقع اعلام حضور کردین آیا واقعا شما حاضر به همکاری با آقایان موسوی و کروبی در راستای رسیدن ملت ایران به یک دموکراسی هستین و در واقع اعتراضات ایشون رو به رسمیت میشناسین بله این رو قبلا هم اعلام کردم و بار اول که این سوال اخص از من شد حدود اگه اشتباه نکنم دو ماه پیش یا سه ماه پیش بود در یک برنامه که از صدای امریکا پخش شد که در اونجا از من سوال شد و البته به این شکل من پاسخ دارم به این سوال که من با هر کسی که امروز من جمله آقایون موسوی و هر کسی که امروز اصل این پذیرای این شدن که ما جست در جستجوی یک راه حل واقعی در ما ورای نظام در یک قالب آلترناتیو سکولار بتونیم بپردازیم هیچ مشکلی برای همکاری با هیچ گونه فردی ندارم کما اینکه ممکنه از ایدولوژی ها و سلیقه های مختلفی باشم آنچه که نمیتوانم همکاری باش داشته باشم کسانی هستند که همچنان به دنبال اصلاح نظامی اصلاح ناپذیر هستند برای که این کار رو من بیهوده و بینتیجه میبینم بنابراین از این لحاظ اجازه بدید کاملا شفاف پاسخهای لازم رو داده باشم متشکرم جناب آقای دیدگاه شما نسبت به فعالیت احزاب و تاثیر و نقش و این احزاب در پیشبرد اهداف سیاسی کشور و رسوندن مردم به دموکراسی چیست شما در آینده سیاس در نظام سیاسی ایران فعالیت احزاب رو به چه صورت باشون میخواین همکاری داشته باشیم و اینا رو به رسمیت میشناسیم. مسلما اصلا شما هیچ نظام دموکراتیکی رو سراغ دارید که بدون حزب بتوان فعالیت‌های انتخاباتی و رقابت در تشکیل قدرت و حکومت مشاهده بکنیم طبیعی که نه اصلا تحزب یکی از اولین حقوق انسانی و سیاسی افراد هست طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصولا در یک فرایند دموکراتیک و به نظر من و به احتمال خیلی قوی من ایران آینده رو یک ایران چند حزبی میبینم که انواع اقسام احزاب بتونن در اونجا نقط نظرات و سلیقه های تفکرات مختلف رو منکس بکنن بنابراین مسلما باعثی مشوق این باشیم که برای خیلی فراتر از اصل قانون اساسی یک مملکت یا ساختارهای حکومتی که معمولا طبق معمول خب قوای سگانه هستند در تقویت جامعه مدنی و اصولا خیلی فراتر از نهادهای دولتی نهادهای سیاسی باید بایستی کوشا و تلاش کرد احساب که جای خود دارند سندیکه های کارگری انواع اقسام سازمانها و فرض بکنید بنیادهای مختلفی هستند در بخش غیر انتفاعی در بخش غیر دولتی به طور کلی تقویت جامعه مدنی اینها جزو کلیت یک تصویری که بایستی از یک آینده در کشور داشته باشیم که البته در بود سیاسیش قطعا احزاب هستند که بیشترین نقش رو دارن و طبیعی است طبیعی است که بایستی اتفاقا مشوق این بود که حتی از همکنون به فکر پیشبینی حزب باشیم چرا اینو میگم نمونه مصر رو میخوام براتون بیارم ببینید وقتی که یک خلع حکومتی پیش میاد اصولا اگر جامعه متکی نباشه به نیروهای دموکراتیک که از طریق احزاب خودشون بتونن خودشون رو در صحنه سیاسی نماینده بکنن یک خلع سیاسی پیش میاد که خطری رو ایجاد میکنه برای نیروهای خواه فرصت طلب که اغلبشون احتمال قوی غیر دموکراتیک هستن و باز مملکت از یک مسیر دموکراتیک منحرف میشه و دچار گرفتاری دیگری میشه برای همینه که میگم که ما امروز میتونیم تفکرهای مختلفی رو جستجو بکنیم و حتی پیشبینی موزه های حزبی مونم بکنیم آنچه که منتها امروز مهم هست و روی این دارم تاکید میکنم این که تقدم رو به یک هدف ملی در مفهوم فرامسلکی، فرا, فرا ایدولوژیک و فرا حزبیش بدیم متوجه هستید در این فاز ما اصل دموکراسی حقوق بشر رو مشوق باشیم با ذکر اهمیت این که کلیت نیروهای آزادی خواه و به مفهوم خاص کلمه دموکرات علا رقمی که از نظر دیدگاه در قالب پرالیزم سیاسی اختلاف سریق و نظر دارن و هیچ ایرادی هم نداره داشته باشن ولی در قالب یک هدف مشترک ملی بتونن امروز با هم همکاری داشته باشن در این اولویت موقعی که ما منزلی داشته باشیم میتونیم اون سر رنگ موکت و کاغذ دیواریش اختلاف سریقه داشته باشیم اما تا هنوز خونه رو نساختیم دعوا کردن سر رنگ موکت و کاغذ دیواری به نظر من این کار بیمعنا درود بر شما ارز کنم که جنبای شهستاده بسیاری منتقدن شما بدور از اون در واقع سمتی که هستیم به عنوان یه مبارز و فعال سیاسی مخالف نظام شما زیاد فعال نبودیم و کمی منفعل عمل کردیم جواب شما به این گروه چی هستش؟ اه ببینید اه فکر میکنم برای کسانی که اطلاع داشتن از فعالیت‌های ما از زمانی که این کار را آغاز کردم که برمیگرده به نزدیک به سی و یک سال پیش بدون اقرار بهتون بگم که تنها چیزی که در زندگی داشتم فکرم به ایران بود و دغدغه ایران و به غیر از این کار دیگه و چیز دیگه رو انجام ندادم در این طول این سی ای سال متاسفانه به علت محدودیت های اطلاع رسانی و وسایل ارتباط جمعی برای انعکاس این فعالیت ها بسیاری از همینان هم شاید اطلاعات کافی در ارتباط با آنچه من در این سالها انجام دادم نداشته باشند اما این به دلیل این نیست که کاری نکرده باشم یا تلاشی نکرده باشم ضمنا در نظر بگیرید که شرایطی که امروز درش قرار داریم باعثی این سی سال طی میشد و بسیار اتفاقاتی میافتاد تا زمینه کارهایی که موثرتر میتونه باشه در این مرحله از کار فراهم بشه و در زمانی که من این کار آغاز کردم بسیار از نیروهایی که امروز با من از نزدیک همکاری میکردن خیلی ببخشید از این اصطلاح استفاده میکنم سی سال پیش سایه منم با تیر میزدم برابر قبول بکنید که یه مقداری از کار استفاده از تجربه عینیس از شرایطی که بوده و یک تفکر آینده نگر تا اینکه یه موزگیری های نسبت به گذشته و بخصا و کینه ها و درگیری هایی که قدیم بوده اینها هم بایستی ازش عبور میکردیم که کار همگی ما رو ساده تر بکنه در جهت ایجاد همبستگی و همکاری که به نظر من نقش کلیدی و طبیع شخصیتی مثل من هست در این مرحله از گذرگاه صحیح هستش اما جناب پهلوی بیشتر برای آشنایی مردم با در واقع عمل شما اون چرا که تا به حال در این مبارزه به فعل رسوندین میخواستم یکمی از این کاراتون به مردم بگین تا مردم یکم یک نسبت این موضوع روشن بشه و نتیجه عمل کرد این کاراتون رو ببینید فکر میکنم زمینه همکاری بیشتر برخورد متمدنانه با سمیمیت و بدون موزیگیری های تمامیت خواهی که من همیشه سعی کردم تجویز بکنم توصیه بکنم نصیحت بکنم امروز بالاخره داره کم کم نتیجهش بیشتر مشاهده میشه توجه خاص من به داخل کشور قبل از هر چیزی و به خصوص به نسل امروز مملکت نسلی که آینده ایران رو تشکیل میده نسلی که بیشترین منفعت رو یا ضرر رو ممکنه ببینه در موفقیت یا عدم موفقیت این حرکت هزاران هزار ایرانیان گمنام و بینامی که از دید من اینها هستند رهبران تصمیم گیران اداره کنندگان آینده کشور تقویت این نسل بوده وصل کردن این نسل به یکدیگر رساتر کردن خواسته هاشون چه در سطح کشور چه در سطح بین و و همیشه تلاش منی بوده که میتونم هرچی رساتر صدای همیهنانمون رو به جهانیان برسونم خواسته هاشون باورهاشون وضعیتشون به هر حال در حدی که می توانستم در حد قابلیت یک انسان و امکاناتی که در اختیارش هست سعی کردم این کار رو انجام بدم و فکر می کنم که اگر به کارنامه من در این مورد نگاه بکنید تعداد سخنرانی هایی که داشتم مصاحبه هایی که داشتم دیدارهایی که داشتم صحبت هایی که با سران مختلف کشورها و دولتهای خارجی حالا چه به عنوان رؤسای کشور چه نمایندگان مجلس اون کشورها احزاب سیاسیشون روشنفکرانشون بخش دانشگاهیش به هر حال حالا میتونم همینطور لیست رو ادامه بدم اینو مختصر تر هم بهتون الان ارائه میدم باری تمام این فعالیت ها رو سعی کردم در قالب این کاری که توجه رو ببرم رو اصل قضیه و اینکه مسئله ایران در وهله اول نداشتن آزادی نقض حقوق بشر هست و نبودن حاکمیت در دست مردم آن کشور و آنچه که توقع و انتظار ما هست از جهان که از این خواسته مردم حمایت بکنند و در نظر بگیرند که اه، اه، خونشون از خونه ایرانیان نه کمرنگتره نه پررنگتر و اگر یک اصولی رو برای خودشون خواهان هستند در دنیای آزاد این خواسته رو بستی برای کشورهای مسجد، کشورهای ما یا کشورهایی که متاسفانه امروز دارای این آزادی ها نیستن اون را هم خواهان باشند به هر حال توجه رو همیشه بردم روی اینکه حرف مردم ایران رو بشنوید و سعی بکنید که حامی خواسته های ملت کشورم باشید به هر حال اینو خیلی خلاصه و مختصر مفید دارم بهتون میگم البته ممنون و درود و سپاس از شما جناب شهزاده شاهزاده ارز کنم که جناب پهلوی شما در مورد حالا خودتون مستحصر هستیم و بودین در خارج در بین این گروه ها بودین الان سی یک ساله که بین اپسیون ما اختلاف هستش تا حالا حتی در یه مقطع دوام موقتی هم نشده که ما بتونیم بین اینا اتحاد ایجاد کنیم و من اینو دیدم و شنیدم از شما که همیشه هم قمتون ایجاد اتحاد بین این گروه های بوده و شما خیلی در این مورد تلاش داشتین نتیجه این در واقع عمل شما و این زحمات که کشیدین آیا نتیجه داده به مطلوب خودتون رسیدین در این زمینه اجازه بدید سوال رو یک به نوع دیگر بهتون پاسخ بدم چون فکر کنم مسئله که داشتیم در سالهای گذشته قابل مقایسه با شرایط امروز مملکت نیست ببینید باز میگم در گذشته این سه دهه دو نسل کاملا جدیدی وارد صحنه شدن نسلی که امروز یعنی آخرین موج اعتراضی رو امروز میبینیم در یک نسلی که دیگه طاقت نیاورده و به شکلی که واقعا جان برکف در صحنه مبارزات پیش رفتن که مقدار زیادی از جنبش سبز هم مدیون این نهزت و تلاش و خطر کردن جوانان کشورمون هست اگه بخوایم بگیم که امروز چه چیزی رو میشه اپوزیسیون نامید به نظر من خیلی فرق داره با گروه ها یا تشکل ها یا احزابی که فرض بکنید سی سال پیش یا چل سال پیش یا پنجاه سال پیش تو کشور ما نقشی و یا فعالیت هایی داشتن من امروز اپوزیسیون رو به مفهوم دیگری تعریف و توصیف می کنم از دید من اپوزیسیون ایران عبارت هست از انواع اقسام گروه بندی های اجتماعی در کشورمون که معرفین این بخش ها گاهی در قالب سازمان ها و ساختارهای سیاسی خودشون رو بیان می کنن. یا در فرماسیون های گروه بندی های فرض بکنید کارگری یا سندیک در حدی که نظام اجازه میده یا به عنوان فعالین حقوق بشر یا به هر حال نمایندگان تیف و گروه های خودشون اقوام مختلف، مذاهب مختلف و به این شکل من فکر نمی کنم که الزامن باید فکر کنیم که اگر قرار امروز ایران اپوزیسیونی داشته باشه حتما باید به شکل گروه های دیروز یا احزاب دیروز معرفی بشن نمیگم اینها هم نیستن ولی یک تحول فاحشی امروز در ایران رخ داده اگه به داخل ایران نگاه بکنیم مسئله این هستش که این نهزت ها خیلی گسترده تر شدن بدون اینکه الزاما مشخص باشن به مفهوم یک ساختار سازمانی یا حزبی خاص اون ملتش هستش که سرکوب شدید رژیم و خفقان کامل سیاسی وادار کرده جامعه رو به اینکه که به عناوین به و اشکال مختلفی فعال باشند و به شکل زیرزمینی تر و پنهانی تر عمل بکنن به دلیل واضحش بنابراین هماهنگی بین این طرز فعالیت ها در داخل با آنچه که میتونه ما بقیه گروه بندی ها و یا سازمان ها یا تشکل های دیروز باشه در یک دیالوگی است که اگر اینها همدیگر رو دریافت بکنن هر نوع تشکلی در خارج اگر چنین رابطه ارگانیکی رو به داخل نداشته باشه به غیر از یک ویترین چینی مفهوم دیگری نخواهد داشت بنابراین من به دنبال ویترین چینی هیچ وقت نبودم ولی به دنبال این بودم که واقعا یک اتصال واقعی به وجود بیاد و ایرانیانی که خارج از ایران هستند فقط در موقعیت حمایت از همینانشون در داخل وارد صحنه بشن ولی نه به عنوان فرض بکنید قائم نه به مفهوم یک به صلاح رئیس یا نه به عنوان یک قیم بلکه به عنوان حامیان و پشتیبان کنندگان البته به جایی داریم میرسیم که به علتی که خود شما کاملا میدونید و دوستان میدونن این محیطی که الان در ایران هست اجازه به این نمیده که هیچ نوع تشکلی در داخل ایران در مقابله با خود این نظام عملا بتونه دست به کار بشه و برای پر کردن این خلا به نظر میرسد که ابتدا لازم هستش که در خارج ایران چنین همبستگی چنین ساختار هماهنگ شده ای که بتونه منعکس کننده نظرات طیف های مختلف سیاسی کشور باشه به شرطی که اینها بتوانند سر یک مواضع کلیدی توافق داشته باشند و بستر همکاری رو بر اساس اون پیش ببرند تا به مرحله ایجاد اون فضای آزاد در مملکت برسیم بتونن بر اون مبنا با هم همکاری داشته باشند نه بر مبنای ایدولوژیک یا نه بر مبنایی که بخوان از یک موزه حزبی یا ایدولوژیک با هم برخورد بکنند بلکه بر اساس یک برخورد با یک دید فراحزبی فرامسلکی و با یک دید ملی به مفهوم منافع کل جامعه که اولویت بدن به این تر که اینکه بخوان فقط نقطه نظرات حزبی یا تفکری یا عقیدتی یا ایدولوژیک خودشون پی ببرند بنابراین میزان موفقیت یا عدم موفقیت در اصل بستگی مستقیم خواهد داشت به پاسخی که این جریانات فکری امروز به این مهم میدهند من سعی کردم اصل قضیه رو به عنوان که اولویت در کجاست همیشه گوش بکنم و در گاهی اوقات متاسفانه پیش نرفتیم ولی در بعضی مواقع خوب پیش رفتیم و امروز میتونم بهتون بگم که دو فاکتور هستش که کمک کرده به این روند یکی اینکه اگر تا به حال همچنان نیروهایی بودند که در واقع یه پاشون این ور خط بود و یه پاشون اون ور خط و هیچ موضع مشخصی و نهایی در ارتباط با اینکه آیا همچنان ما در فاز اصلاح طلبی و اصلاحات هستیم یا واقعا آینده رو با در فرای این رژیم جستجو بکنیم این یه نکته است یه مقداری هم پدیدار شدن یک نسلی است که ببخشید اینجور میگم اضافه بار دیروز رو یدک نمیکشد دیدشون نسبت به آینده است تا اینکه بخوان برخوردهای سنتی یا دقدقه ها و درگیری هایی که امروز اصلا موضوعیت نداره برای نسل امروز همچنان مطرح بکنن که عاملی باشه برای وفاق تا اتحاد بنابراین فکر کنم این دو فاکتور باعث شده که خیلی بیشتر امروز در این مورد موفقیت حاصل بکنیم آیا در به فرم ایدالش رسیدیم هنوز خیر ولی فکر میکنم بسیار و به مراتب بهتر از هر زمانی در این مورد به شکل بسیار سریعتری داریم پیش میریم که این علامت بسیار مثبتی از دید من متشکرم جناب پهلوی تیفی در ایران هستند که با شنیدن سخنان شما اشک میریزند آیا به نظر شما رضا پهلوی و همراهانش چه کاری برای حمایت از این اعزان کرده و احیانا یعنی چه توصیه و پیامی برای این طیف از مردم دارید من از هر ایرانی که با شناسنامه ایرانی امروز با یک دید آینده نگر برای رسیدن به یک شرایط آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، برابری و عدالت برخوردارن کاری به این که عقیدهشون نسبت به خود بنده مثبت هست یا منفی یا طرفدار هستن یا نیستن نگاه نمی‌کنم. من شرط لازم و شرط اساسی رو برخورد دموکراتیک با یک روندی میبینم و اجتناب از برخوردهای خشونت آمیز برای رسیدن به این هدف و همیشه گفتم رأی نهای خودمون رو در آنچه که از نظر سلیقه بیشتر بهش اعتقاد داریم رو امروز نباید مطرح بکنیم زمانش خواهد رسید ما امروز اگه واقعا دلسوز ایران هستیم اگه واقعا به آزادی ایران و به حق هر شهروند اون مملکت دلسوز هستیم بایستی برای این مبارزه کنیم که حتی مخالفترین فرد به نظر خودمون حق بیان خودش رو داشته باشه که امروز نداره وقتی که من این مبارزه رو میکنم انتظار و توقع هم از همیهنانم هم. این هست علل خصوص طرفدارانی که به شکل مشخصی یک دید فراتر از این مرحله از من دارن برای ایفای یک نقش نهادی به طور مثال امیدوارم که روشن بوده باشم مرسی ممنونم متشکرم کاملا روشن بود جناب پهلوی انتخاباتی دو سال پیش ایران رخ داد به تبع خیلی از عزیزان ما کشته شدن شهید شدن و خیلی‌ها دستگیر شدند و فعلا در از سران جنبش گرفته تا کوچکترین عضو و مبارز این جنبش به نظر شما اینا چه پیامی میخواستن به جامعه بدن شما چه پیامی از اینا دریافت میکنید لطفا این رو بفرمایید ببینید من برداشت خودمو بهتون میگم مدعی نیستم که از جانب آنها تعریف موازهشون رو خواهم کرد ولی من اعتقاد داشتم که اگر جامعه در مرحله رسید که طبیعتاً چاشنی این کار اتفاقی بود که دو سال پیش افتاد در یک حرکتی که ابتدا با اعتراض به یک چطور بتونم بگم یه جیرزنی در یک <تصح rupees> به اصطلاح انتخابات که معنای واقعی نداشت ولی خب بار دیگر تکرار شد اما نهایتا خیلی فراتر از اون به نظر من بیانگر یک فرصتی برای اعتراض به گرفتاری بسیار بنیادی تری که در واقع نهایتا برمیگرده به خود این نظام به برداشت من بوده و مسلما اگر میگی در اون لحظه بعضی میگن نخیر اینطور نبوده قطعا بدونید که مدتی بعد از اون شروع کرد به اون شکل رو نمایان کردن و به همین دلیل بود که من به, به سهم خودم مدافع و پشتیبان این جنبش بودم و هستم به خاطر اینکه فکر میکنم این علامت یک خواستار خیلی مهمتر و اساسی تر هستش تا صرفا فقط اعتراض به نتیجه یک مرحله انتخابات به هر حال همطور که خود شما اشاره کردید رفتار رژیم سرکوب رژیم برخوردی که داشته با همیهنانمون بار دیگر دلیل بیشتری بود برای اینکه ما بتونیم این اعتراض رو در سطح جهانی مطرح بکنیم خوشبختانه جهانیان عکس عمل ابتداییشون مثبت بوده اما نگرانی و دغدغه من این هستش که به علت شرایط توحش و خفقان وسیع که این رژیم ایجاد کرده و زندانی کردن یا بازداشت کردن یا به هر حال آچمز کردن رهبران این جنبش و یا بسیاری از فعالین بخواد رژیم در واقع به دنیا ثابت بکنه که این نهضت از بین رفته یا مرده یا یتیم شده به همین دلیل است که ما باستی این مشعل افروخته شده رو زنده نگه داریم روشن نگه داریم و تا اون لحظه پایانیش تمام حمایت های خودمون رو به یکدیگر بدهیم و به شکل جمعی از جهانیان بخوایم که کشت به مردم ایران نکنه چون این صدای اعتراض صدای اعتراض مردم ایران بود در مقابل یک رژیمی که باعث و بانی تمام این مشکلات شده نه فقط برای مردم خودش بلکه برای کل جهان جناب پهلوی جسارت بنده رو ببخشین میخوام نظر خودتون رو در مورد رژیم گذشته و انتقادهایی که احتمالا داشته باشیم به پدر مرحومتون آیا یه همچین حسی داشتین که در فلانجا مثلا کمکاری کردم و بهش منتقد بشیم بهش نقد بکنیم من در مورد یک دوران تاریخ کشورم که دوران گذشته بود متعدد در دست کم سه کتاب مختلف این رو مفصل اظهار نظرات خودم رو دادم اما به عنوانی که پاسخ سوال شما رو داشته باشم به طور کلی فکر میکنم که وظیفه نگرش به تاریخ کشور چه بدش چه خوبش چه ایرادات و چه انتخاب خوبیاش رو باید واگذار کرد به تاریخ و به مورخین که بر مبنای اسناد و بر مبنای واقعیتها یک دیدگاه کاملا غیر مغرزانه و بیطرفانه داشته باشند برای اینکه حقیقت اون زمان رو همطور که گفتم چه بچه خوبش رو بده البته من به سهم خودم هم خوبی های اون زمان رو میتونم براتون بگم هم ایراداتش رو ولی فکر میکنم که در این مرحله نتیجه گیری که ما باز بکنیم خیلی مهمتر از اشاره خاص به یه مقدار مشکلات بود باید ببینیم که چه تجربه ای رو این وسط به دست آوردیم چه از اون دوران چه از این دوران و آنچه که در آینده باعثی انجام بدیم چیزی باشه که یک نتیجه سازنده ای رو فراهم بکنه برای اینکه هیچ کدوم از ایرادات یا اشتباهاتی که در قدیم اتفاق افتاده هرگز تکرار نشه و این رو من فکر میکنم یک دید لازمی است که همگی باز داشته باشیم و با یک دید باز و با یک تفکر پراگماتیک یا واقع بینانه و نه بر احساس و نه با ارز شود که از روی عقده یا از روی فرض بکنید قرور برحال یک غرور یا به حال یک برخورد نه منطقی همچنان بخوایم دیدگاه های مختلفی رو مطرح بکنیم دست کم من همیشه تلاش کردم که با یک دید واقعا واقع بینانه به این قضا نگاه بکنیم و به هر حال به عنوان یک فردی که به هر حال معرف نسل خودش هست و امروز داره به نسل جوانتر از خودش نگاه میکنه که آینده کشور رو به ارث خواهد برد آنچه که در تجربه خودم در برداشت‌های خودم در قضاوت‌های خودم هستش تا اونجا که میتوانم با یک دید سازنده در اختیار همیهنانم و نسل بعدی قرار بدم که بتونن بهترین تصمیم ممکن رو برای آینده خودشون بر مبنای واقعیت و حقایق و آنالیز های صحیح و غیر مغرزانه از شرایط بتونن داشته باشن برها من همیشه تلاش کردم که در مورد خودم و نقشی که دارم در نظر بگیرم و انجام ارز کنم که خطرتون جنابای پهلوی افرادی علل انفال رضا پهلوی رو اطرافیانش میدونن حتی برخی از اطرافیانش شما این نظریه رو تایید میکنین یا رد میکنین بستگی داره که چه کسانی رو فکر میکنن که اطرافی من هستن یا مدعی اطرافی بودن من هستن که شایدم نیستن و فکر باشن <تصفح> بستگی داره نه مشمول از همون هوادار در واقع سلطنت طلب تندروتون باشه تا مثلا یکم محدوده نزدیکتر به خود شما اولا اون تیپ افرادی که اسم میزنید محال عقله که جزو اطرافیان من باشن چون من اصولا دست رد به هر نوع برخورد تند و غیر منطقی و غیر متعارف میگذارم حالا چه طرفداران سر سرسخت سر من باشن چه طرفداران سرسخت تفکرهای دیگر اصولا این منش غیر دموکراتیک در الفبای من در عرشبت که فرهنگ من در تفکر من نیست و من بارها گفتم که کسانی میتونن ادعای طرفدار من بودن رو بکنند که به نظریاتم به پرنسیپ هایی که بهش اعتقاد دارن باور داشته باشن و خیلی ها هستن که طرفدار من هستن بدون اینکه از طرفدار فرض کنی نظام پادشاهی باشن خیلی جمهوری خان هستن که با من صمیمیت کامل در همکاری دارند و طرفدار نظرات عقیده من هستن بنابراین میدونید بستگی دار چه برداشتی دارید از لغت طرفدار کسی طرفدار یه فردی میتونه باشه که به نظر اون فرد و افکارش اعتقاد داشته باشه بگن مدعی طرفدار کسی بودن ولی در عمل مخالف و ضدیت داشته باشید با منش و برخورد و افکار اون فرد که نمیشه اسم همچین آدمی گذاشت طرفدار بنابراین خیلی هم ممکنه ادعاشو بکنن ولی طرفداران من طرفداران واقعی من مسلم بدونید که از اون قماش و از اون دسته هایی که تمامیت خواه هستن یا برخوردهای خشن و غیر منطقی و غیر دموکراتیک هستند در نزد من نیستند و فقط ادعاشو میکنن امیدوارم در این مورد هم خیلی روشن بتون پاسخ داده باشم. چون وای پهلوی در انتهای انتوی مسابقه میخوام اگه حرفی یا پیامی واسه هموطنان نزدمون داشت باشین بیان بفرمایید متشکرم حق که خیلی زیاد داریم و امیدوارم که بارهای دیگر باز هم با هم صحبت داشته باشیم علاوه این فقط یه شاید آغاز یک دیالوگی هستش با همیهنان هم از طریق لطف که شما فراهم کردید و این فرصت رو از طریق وبسایت خودتون دارید حرف زیاده عزیز من در فکر نکنم حرف من به همیهنان هم ظرف چند دقیقه بشه خلاصه کرد اما به هر حال تلاش میکنم که لاقل یه نکته مهمی رو که بهش اعتقاد راسخ دارم و فکر میکنم اولویت و فوریت داره حتی آنم این هستش که امروز من فکر میکنم به یک مرحله کلیدی زمانی رسیدیم یعنی سرنوشت کشورمون فکر میکنم به شکل بسیار محسوسی میتونه به شکل جریان مثبتش یا به شکل جریان منفیش در ماهای آینده تعیین بشه و اساس مسئله برمیگرده به پذیرا بودن این که تمام تلاش هایی که بخشی از جامعه که معتقد بود به تلاش در جهت اصلاح کردن این نظام به این نتیجه رسیده باشند که این نظام غیر قابل اصلاح هستش و نهایتا اصلاح طلبان دیروز میتونند راه, راه همکاری و همسویی با کسانی که از ابتدا میگفتند که این حکومت پاسخگو و جوابگوی نیازهای واقعی جامعه نیست بتونن با هم همکاری راه همکاری پیدا بکنن برای یک آینده که درش کلیت مردم ایران منافع خودشون رو درش پیدا بکنن این موضوع بود که و این سنگری بود که از یک سال پیش من به نوبه خودم اعلام کردم و فکر کنم بسیاری از همیهنانم هم که کلا با این عقیده من هم فکر و همسو هستن سعی کردیم که این سنگر رو حفظ بکنیم و امیدوار هستم که امروز بیشتر بیشتر همیهنانمون هم که به این حقیقت پی بردن بدانند که ما در جهت این آینده واسی با هم کوشا و تلاش بکنیم به هر حال مهمترین مسئله برای من روش و متد مبارزه است که نمیتونه بغیر از یک مبنای غیر خشونت باشه و بر مبنای نافرمانی مدنی است اونم به این دلیل میگم که من فکر نمیکنم که هیچ سناریویی که درش خشونت به کار برده بشه اولا دور باطل انتقامجویی رو از بین برده باشه ثانیا نتیجه دموکراتیک رو بتونه فراهم بکنه و از همه مهمتر خطاب من همیشه به نیروهای انتظامی کشور بود که این نیروها باید بدونند که در آینده و فرای نظام جای خودشون رو در ایران آینده خواهند داشت و جامعه اگر امروز این نیروها به مردم ایران و به آزادی خواست آزادی خانه مردم به پیوندن نسبت به این افراد نظر خوشی خواهند داشت و امیدوار هستم که بر این مبنا ما بتونیم واقعا به یک آشتی ملی و به یک عفو عمومی برسیم و امیدوار هستم که همیهنان هم در نظر بگیرند که به غیر از این نخواهیم تونست که زمینه یک حرکتی که با کمترین هزینه ممکن برای جامعه بتونیم به اون آزادی خواه برسیم فراهم بشه و امیدوار هستم که با این نیت و با این برخورد هر ایرانی که امروز به فکر آزادی و دموکراسی و حقوق بشر هست بتونن علا رقم هر سلیقه و عقیده خاص سیاسی که داشته باشند این اولویت و این مهم رو جز دستور کار اصلیشون در این مرحله از مبارزه قرار بدن و به هر حال این چیزیست که من پیشنهاد میکنم به عنوان یک روش و امیدوار هستم که در این مورد همینانم پاسخ مثبتی به این دعوت من به همکاری و همسویی داشته باشند نه با خاطر من نه با خاطر هیچ چیزی به غیر از خودشون و آینده و آزادی ایران